جناب آقای دکتر سعید جلیلی. جناب آقای دکتر جلیلی، حضرت عالی حماسه نه دی را چگونه تحلیل میکنید؟ سوال بسیار خوبی است، جاش خالی بود. ببینید، من در عرایزم هم گفتم 22 خرداد 88 یک اوج در کشور بود به لحاظ مانور جمهوریت نظام. نظام تونست این جمهوریت رو به رخ جهان بکشه. یک مشارکت گسترده در یک سازوکار بسیار عالی از رقابت سیاسی. عده‌ای اومدن این اوج و قله موفقیت و پیشرفت کشور رو متاسفانه میخواستن تخریب کنن و اقداماتی هم انجام دادن. کارهایی رو کردن، دشمنان رو امیدوار کردن، دشمنانی که اومده بودن دنبال این بحث که فهمیده بودن نظام داره به یک اوجی میرسه و با اون میشد یک ظرفیت بزرگ بود برای اینکه بسیاری از موفقیت‌های بیشتر رقم بخوره. متاسفانه عده‌ای اومدن و اون فتنه بزرگ رو به پا کردن و ظلم بزرگ به نظام کردن. به نظر من نه تنها ظلم به نظام کردن، حتی ظلم به طرفداران خودشون کردن که اومده بودن در یک سازوکار سیاسی قشنگ دیدگاهشون رو مطرح کنن و دنبال کنن و می توانستن با همون سازوکار الان خیلی بهتر در عرصه سیاسی مشارکت داشته باشن، بحث کنن. یک ظلم بزرگ به نظام شد. اتفاقا یکی از ویژگی های نظام ما که متمایز است از دیگران این است که اگر امنیتی رو داره، امنیت رو بر اساس پشتوانه مردمی داره، نه بر اساس سازوکار پلیسی. اینکه الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، یعنی ایمان و عدالت است که برای کشور ما امنیت میاره. به نظر من نه دی اوج حضور مردم بود برای مقابله با این ظلم بزرگی که به نظام شد و اونها اومدن به خوبی توسط مردم اون فتنه‌ای رو که به پا شده بود، نه با سازوکارهای پلیسی بلکه با حضور مردمی و حماسی مردم، این فتنه خاموش شد و این به نظر من یکی از امتیازات نظام سیاسی اسلام هست. خیلی متشکرم از جناب علی. جناب آقای دکتر محسن رضایی. جناب آقای دکتر رضایی، آیا جناب عالی سفرهای استانی را در دولتتان ادامه خواهید داد یا خیر؟ قطعا این کار خواهم کرد، ولی با شیوه جدید، چرا که من مردم سالاری دینی رو یک جاده دو طرفه میدونم. مردم زینت المجالس دولت، مردان نیستن که ما بریم در استانا بر اینا یه دستی تکان بدیم و اظهار محبت و عطوفت بکنیم و برگردیم، بلکه مردم همونطور که در مشارکت تظاهرات را پیمایا شرکت میکنن، حق دارن که مسئولان کشور رو مورد سوال قرار بدن و ما دولتمون رو دولت پاسخگو خواهیم کرد. همه اقوام ایرانی رو من بهشون احترام میذارم و تعهد میکنم که تبعیضا رو برطرف کنم، پارتی بازی ها رو برطرف کنم و رقابت بین اقوام ایرانی در فرهنگ و اقتصاد ایجاد میکنم با اختیاراتی که به استان ها میدم، ایالت ها رو شکل میدم، بین مازنی ها، گیلکی ها، آذری ها، کرد ها، لور ها، بندری ها، فارس ها، بلوچ ها، سیستانی ها، خراسانی ها، از همه اینا مثل دوران انقلاب و مثل تجربه بزرگ تاریخی دفاع مقدس تحرکاتی رو درست میکنم که یک رقابت جدی در تولید فرهنگ و ثروت به وجود بیاد. و اول با کارشناسا من جلسه میذارم، بعد میرم با کارآفرینان در استانا جلسه میذارم، با دانشگاهیا جلسه میذارم، وقتی دیگه به نتیجه قطعی برسم میرم وسط مردم، میرم توی میدون. دوستان من منو میشناسن، من در جنگ 3 بار نزدیک بود اسیر بشم. تا اطلاعاتم رو کامل نمیکردم به هیچ فرمانده لشکری نمیگفتم که الان برید جلو و از یک شیاری در حقیقت عبور کنید. من در این حال که رابردی هستیم و تشخیص میدیم که کجا باید چه کاری انجام بدیم، اما در صحنه عملیات هم پا به پای مردم انشاءالله راه میفتم. یارانه سبز که میگیم، یا مرحله دوم یارانه ها رو که میگیم، یا 14 تا طرح اقتصادی که من ارائه کردم، همه اینا بر اساس تولید و سرمایه گذاری
هست که انشالله ما اینا رو دنبال میکنیم، پا به پای مردم انشالله حرکت میکنیم، مخصوصا جوانان عزیز کشور رو انشالله من به صحنه میارم و آخرین تجربه خودم رو در ساختن آقا مهدی باکری و حسین خرازی و احمد کاظمی و آقای قالیباف و آقای جلیلی و همه دوستان انشالله تقدیم میکنم به ملت پرافتخار ایران که انشالله آینده کشور تضمین میشه. ممنونم از شما. جناب آقای سید محمد قرسی. جناب آقای مهندس قرضی، با توجه به ضرورت تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی مصرح در قانون اساسی، به نظر شما حدود و مرزهای این آزادی چیست؟ چه تفاوتی از نظر جناب‌عالی میان آزادی در جامعه اسلامی و آزادی در جامعه غربی و سکولار وجود دارد؟ در جامعه اسلامی آزادی خیلی وسیع‌تر از جوامع دیگه تعریف میشه. در جوامع دیگه وقتی که آزادی تعریف میشه، انبعاث پیدا میکنه از نیازهای غریزی. در جامعه اسلامی وقتی که آزادی تعریف میشه، تعریف میشه از نیازهای روحی روانی انسان برای اینکه بتونه زندگی بهتری رو تأمین بکنه. بحث سر این که آیا آزادی بیان محدود به کلمات است یا محدود به توسعه اجتماعی است، یه بحث جدیدی است که در دنیا به شدت مطرحه. میگیم کدام آزادی وسیع تره؟ میگیم اون آزادی که جامعه بیشتری رو در بر بگیره. اگه قرار بشه آزادی یه قسمت کوچکی از جامعه رو در نظر بگیره، این آزادی محدوده. وقتی میگیم قسمت وسیعتر و این آزادی تا حد زیادی نامحدود میشه. میگیم حد آزادی چیه؟ میگیم حد آزادی این است که بتونید از یک انبعاث کوچک اجتماعی به یه به انبعاث وسیعتر اجتماعی جلو بره. محدوده آزادی رو فطرت انسان تعریف میکنه. اگر آزادی باعث ضرر به خیش و به غیر بشه، خود به خود منتفی میشه. آزادی که در اسلام هست، آزادی اجتماعی وسیع است که میتونه تمام ابنا رو در ذیل خودش بگیره. شما وقتی که در کشورهای غربی معنی آزادی رو میبینید، میبینید مثلا آزادی صحبت، آزادی روزنامه، آزادی چی؟ و اینها حدشون به اندازه تعداد آدمی است که جذب میکنه. بله. اون اتفاقا به شدت مورد تعرض امروز جوامعه و آزادی اسلامی هیچ مورد تعرض نیست. جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف. جناب آقای دکتر قالیباف، امروز جمهوری اسلامی تبدیل به قدرت بزرگ جهانی شده است و نقش بیبدیلی در مناسبات بین المللی دارد. دولت شما چه برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های راهبردی نظام، از جمله ریاست بر جنبش عدم تعهد، قدرت تأثیرگذاری در منطقه و همچنین نفوذ بالا در کشورهای آمریکای لاتین به منظور ارتقاء نقش آفرینی و تأثیرگذاری بیشتر در معادلات جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت؟ در حوزه سیاست خارجی، اینکه امروز فرصت‌های بزرگ و ظرفیت‌های خوبی در کشور ما وجود داره برای نظام اسلامی هیچ شکی نیست. موقعیت جغرافیایی ما این فرصت رو برای ما فراهم کرده که بتونیم از این ظرفیت مخصوصا در حوزه دیپلماسی اقتصادی و همکاری بسیار خوب و جدی با عرضم به حضور شما کشورهای همسایه که در سند برنامه و در سیاستهای کلان نظام هم هست، این هماهنگی رو انجام میدیم. پس یک، تقویت در داخل با همکاری در کشورهای همسایه. نکته دوم، رویکرد منطقه گرایی
موضوع جدی ماست. یعنی ما در منطقه ظرفیت‌های بزرگی داریم. ما می‌دونیم که حوزه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا یکی از مهمترین مناطق تأثیرگذار در حوزه در واقع روابط جهانی است. یعنی ما هیچ منطقه‌ای حساس‌تر از منطقه خاورمیانه نداریم. فرصت خوبی هم اینجا داریم. یعنی کشورهای اسلامی، بحث تقریب المذاهب که بتونه یه همکاری بین کشورهای اسلامی برقرار کنه، از فرصت‌هایی که داریم در حوزه اقتصادی استفاده کنیم. طبیعتاً جنبش غیر متعهدها هم که اتفاق خوبی هم در این دوره افتاد این بود که دبیرخونه دائمی هم براش درست شد که بتونه ضمانت‌های اجرایی رو انجام بده. در دو سال باقی مانده که در دولت آینده هست میتونه از این ظرفیت بیش از 100 کشور، حدود 100 بیش از 100 کشور هستن که در واقع ظرفیت پیدا دارن برای در حوزه نفت، گاز، اقتصاد، سیاست، روابط بین الملل، حتما فرصت‌های بسیار مناسبی است که میشه استفاده کرد. من معتقدم البته ما در حوزه های دور مثل آمریکای جنوبی هم باید ارتباط داشته باشیم، ولی به نظر من مزیت ما و فرصت ما در منطقه گرایی اینجاست. ای که ما 20 ساعت پرواز داشته باشیم بریم به اونجا در شرایطی که نه فرصت ژئوپلیتیکی آمریکای جنوبی مثل حوزه خاورمیانه است، لذا اولویت در خود منطقه گرایی و همسایگی. آقای دکتر از جناب علی، جناب آقای دکتر حسن روحانی، سوال آخر دور دوم. جناب آقای دکتر روحانی، از نظر حضرت عالی مهمترین میراث امام خمینی رحمت الله علیه چیست و چگونه از این ظرفیت عظیم برای تحقق برنامه‌های دولت خود استفاده می‌کنید؟ مهمترین میراث امام جمهوری اسلامی ایران و این نظام هست. البته امام میراث‌های گرانقدری رو برای ما به جای گذاشتن: عزت، استقلال، آزادی، سربلندی ایران، اجرای احکام اسلام در این سرزمین، فقه حکومتی. اما مهمترین میراث جمهوری اسلامی است و این خیلی مهمه که ما هم به جمهوریت تکیه کنیم هم به مسئله اسلامیت تکیه کنیم. متاسفانه امروز برخی ها فکر میکنن که جمهوری اسلامی یعنی تنها اسلامیت، تنها ولایت فقیه. ولایت فقیه البته جایگاه رفیعی داره از دیدگاه دینی، مذهبی و قانون اساسی و باید تبعیت بشه، اما جایگاه مردم و جمهوریت هم جایگاه بسیار مهمی داره. ما میبینیم در نظام جمهوری اسلامی ایران تمام امور تقریبا طبق اصل ششم قانون اساسی بر مبنای آراء مردم است و اداره کشور طبق آراء مردم است. امام میخواست که این جمهوری اسلامی ایران هم جمهوریتش حفظ بشه و هم اسلامیتش حفظ بشه و اتفاقا این انتخابات که در 24 خرداد رخ میده انتخاباتی است که هم برای شوراها هم برای ریاست جمهوری یکی از اون مظهر جمهوریت و مردم سالاری دینی است که یکی از میراث‌های بزرگ امام بود. امام بر مسئله وحدت هم بسیار و بسیار تکیه می‌کردند. وحدت داخلی که اساس قدرت ملی ما رو تشکیل میده. امروز علما، مراجع، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، روشنفکران، صاحب نظران میتونن با تلاش مضاعف خودشون کاری بکنن که اون وحدت کلمه‌ای که مد نظر امام بود بهتر تحقق بده. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر روحانی. سوالات ما به پایان رسیده. هر کدوم از نامزدهای محترم 2 دقیقه فرصت دارن که مباحثشون رو جمع‌بندی بکنن. با توجه به اینکه این آخرین بخش آخرین مناظره ماست، دیگه به هر حال آزاد هست دوستان مباحثشون رو مطرح بکنن. اولین نفر رو قرعه کشی میکنیم و بعد از اون به ترتیب بحث رو ادامه خواهیم داد. جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل، بنده در این آخرین فرصت به ملت عزیز ایران عرض میکنم برای انتخاب رئیس جمهور کشور ما چند نفر یک قولهایی دادیم، وعده هایی دادیم نسبت به آینده.
آینده رو آینده معین میکنه، ولی یک راه بهتر برای تصمیم گیری این است که به جای آینده نیامده به گذشته تجربه شده مردم مراجعه کنند. چون گذشته هر کدام از ما پیش روی شماست، شما با تحقیق در عمل کرده گذشته ما بهتر می توانید تصمیم بگیرید تا آینده. نکته دیگر این است که ما همونطور که رهبری فرمودن قولی ندهیم که سال آینده اگر از ما سوال شد شرمنده مردم باشیم. من سعی کردم هیچ قولی که خارج از اختیارات من باشه موقوف به تصمیم بقیه قوا باشه نگیرم. من تلاش خواهم کرد با انتخاب همکاران با تقوا، با تدبیر، متخصص و با تجربه، با احترام به کرامت و آزادی و حقوق همه قشرها و همه مردم ایران که استقلال ایران رو در همه تاریخ همه مردم ایران حفظ کرده اند، آرامش رو در کشور برگزار کنم و با تعامل با سایر قوا، پرهیز از جدال و جنجال و کار همه توان خود را صرف شکوفایی استعدادهای کشور به خصوص استعدادهای نسل جوان کشورم بکنم برای ایرانی آزاد و آباد و اسلامی و مستقل. خیلی متشکرم آقای دکتر. جناب آقای دکتر سعید جلیلی.